مرکز مهربا ناسلسنس خوش اومدید به پنجمین قسمت از سری ویدیوهای حل تمرین فصل دوم کتاب کار یدی اکلیم سطح آی آیک. توی این ویدیو میریم سراغ صفحه 28 و 29 کتاب که پایان فصل دوم از چالشما کتابی از یدی اکلیم هستند و میخواییم با همدیگه تمرینات 24 تا 29 رو از این فصل رو با همدیگه انجام بدیم و پرونده فصل دوم کتاب کار رو با همدیگه ببندیم بریم سراغ تمرین شماره 24 اشارت لیلیم یعنی علامت بزنیم خب اینجا یه سری سوال و جواب قرار داره سوالا رو میخونیم و جواب درست رو علامت میزنیم سلن اوکولدان چکیور جای خالی گیدیور اوکولدان چکیور یعنی از مدرسه میره بیرون گیدیور می رود. ما یاد گرفتیم توی فصل دوم کتاب درسی که وقتی میخوایم بگیم میرود هر پیزاپش یعنی تو زبان فارسی میگیم به جایی رفتن توی ترکیه استانبولی هم از پسند آ و ا باید استفاده بشه به معنای ب پس باید بگردیم دنبال کلمه ای که این پسند رو داره کتابخانه دن یعنی از کتابخانه میرود نه کتوبخانه د در کتابخانه می رود نه کتوبخانه گیدیور این درسته ایوت بله کتوبخانه گیدیور به کتابخونه میره آخریم که کتوبخانه ی این پسوند مفعولی به معنای را در واقع اینجا یه جنبندی از پسوندهایی هست که تا الان یاد گرفتید ای که به معنای را هست ا به معنای ب د به معنای در دن هم به معنای از پس گزینه درست که گزینه دوم بود علامت زدیم سوال دو کمال الکتریکلی سپرگه ایله جای خالی تمیزلیور میگه کمال با جارو برقی سوپرگه یعنی جارو الکتریکلی سوپرگه یعنی جارو برقی یعنی با جارو برقی جایی خیلی تمیزلیور تمیز میکنه جایی را تمیز کردن توی زبان ترکی استانبولی هم این فعل باید با پسوند مفعولی بیاد پس یکی یکی میگردیم اودادا یعنی در اتاق در اتاق تمیز میکنه نه اوداسنا یعنی به اتاقش تمیز میکنه نه اودادان از اتاق تمیز میکنه این هم اشتباس و گزینه درست ادایی. اتاق را تمیز میکنه پس گزینه چهار درسته میره سراغ سال سه سوگی الینده توربالار گلیور سوگی اسم سوگی به تنهایی معنی عشق میده اما اسم دختره میگه سوگی الینده در دستش توربالار ile توربا یعنی کیسه کیسه پلاستیکی میگه سوگی با کیسه های پلاستیکی تو دستش گلیور میآید. خب باید ببینیم چه کلمه یور باید بذاریم الیشوریشتن یعنی از خرید می آید یعنی بخرید می آید الیشوریشته یعنی در خرید آلیش بریشی یعنی خرید را من منیاشو اینجا می نویسم کدوم درسته؟ آ درسته یعنی سبگی الینده توربالار ایله آلیشوریش بریش تن یعنی از خرید میاد با کیسه های در دستش از خرید میآید سوال چهار یعنی ایاکابیلاری وار یعنی ایاکابیلاری وار یعنی کفشای جدیدش هست یعنی ایاکابیلاری یعنی کفشای جدیدش وار هست کجا وار رو ما داریم یک یکی کی میخونیم میخوایم بگیم در چیزی یعنی ایاکابیلاری وار یعنی کفشای جدیدش هست توربایا یعنی به کیسه پلاستیکی توربایی کیسه پلاستیکی را توربادان از کیسه پلاستیکی دا در کیسه پلاستیکی گزینه درست چهاره یعنی yani توربادا ینی آیاک کابلاری وار یعنی در کیسه کفشه جدیدش هست شماره 26 تمام tamam لیالیم یعنی کامل کنیم yur -yur. فرات یلدا یوریور فرات اسم میگه فرات در راه را می رود یوریور خب از ما میخواد که اینجا ما فعل حال استمراری درست کنیم بونه فعل رو به توی این تمرین به ما داده همینطور که دارید میبینید میخوام یکی یکی فعل ها رو درست کنیم با توجه به فاعل جمله سلوی اوتو یاب جای خالی سلوی اسمه میخواد بگه میکنه سلوی میکنه سلوی یا پی یور یعنی پسوند ایور به بن فعل اضافه میشه با توجه به قانون هماهنگ حروف صدادار دار که در ویدیوهای کتاب درسی یاد گرفتید پسوند ایور باید بهش اضافه بشه شماره 3 عارف سینمادان گل جای خالی عارف از سینما گل میخوایم بگیم از سینما میآید گل بونه پل از گلمک به معنی آمدن پس میخوایم بگیم میآید عریف سینمادان گلیور میبینید اینجا پسوند ایور بهش اضافه شد با توجه به قانون هماهنگی حروف صدا دار شماره چهار چوزوک کارانلکتان کرک میگه بچه از تاریکی کارنلیک یعنی تاریکی کرک بونه فعل از فعل کرکمک به معنی ترسیدن میخواد بگه بچه تاریکی میترسد کرک فعل پسفنده اویور باید بهش اضافه بشه میترسد شماره پنج کدن سورکلی گل یعنی خانم به طور مداوم سورکلی گل از گلمک به معنی خندیدن پسفنده اویور باید بهش اضافه بشه میخواد بگیم خانم مدام میخندد گلیور گلیور با تعجب قانون هماهنگی حروف صدادار یور بهش اضافه شد شماره 6 ارنجلر درسته چوک کنو میگه چی میگه بچه ها تو کلاس درسته توی کلاس چوک کنو اینجا در واقع شه بوده اشتباه اینو ننوشته کنوش میخواد بگه صحبت میکنن کنوش بن فعله از فعل کنوشماک به معنای صحبت کردن بنابراین چه پسفندی باید اضافه بشه بهش با توجه به اینکه گفتم این بن فعل رو توی کتاب براتون درست ننوشته کنوش پس پسفند اویور باید بهش اضافه بشه کنوش یور حواستون باشه فاعلمون اونجا جمع هست چون لر رو داریم من دیگه اینجا لر رو اضافه نکردم اگر هم اضافه کنید اشکالی نداره ولی بهتری که استفاده نکنید چون توی فاعل داریم نشون میدیم که جمعه بنابراین من فعل رو به صورت مفرد آوردم تارکان استانبول دا کنسر ور میگه تارکان توی استانبول کنسرت میذاره کنسر ورمه یعنی کنسرت گذاشتن کنسرت دادن خب حالا میخوایم فعل رو درست کنیم برای تارکان پس میگیم وری یور یعنی کنسرت میذاره کنسرت میده وری یور رو نوشتیم هشت گلدن میزیکتن آنلا گلدن یعنی از گولدن اسمه گولدن اسمه میگه گولدن موزیکتن آنلا میگه گولدن از موسیقی میخوایی میگه میفهمد بونه فلم آنلا هست از آنلا ما که فهمیدن ما یاد گرفتیم اگر بونه فلم و حرف داره آبعه خط بشه آبعه هزف میشه و با توجه به حرف سدادار باقی مونده در بونه فلم اضافه میشه ایور رو اضافه میکنیم آنلیور آنلیور یعنی میفهمد نو سدات ماتماتیی چوک سو میگه سدات ریاضی رو خیلی میخوام میگیم خیلی دوست داره ماتماتیی یعنی ریاضی را چوک سبون فل از سومک معنای دوست داشتن بنابراین پسوند ایور باید بهش اضافه بشه یعنی خیلی دوست داره شماره ده کدی اویو گربه میخوام بگیم می گربه خوابیده اویو از اویومک هست به معنای خوابیدن بنابراین فعل حال استمراری ازش درست میکنیم و یور رو فقط بهش اضافه میکنیم چون بونه فعلمون به حرف صدادار خط شده به این حرف صدادار حرف آ و ا نیست بنابراین فقط و فقط پسوند یور بهش اضافه میشه بنابراین ما اینجا افعال رو درست کردیم بریم سراغ تمرین شماره 25 تمام لایلی یعنی کامل کنیم اینجا یه سری جواب ها رو برامون نوشته از ما میخواد که براش سوال بنویسیم نوشته تشکر داریم ایم چی باید بنویسیم فقط و فقط ب... بنویسیم نسل چطورید یا میتونید بگید نسل چطورید؟ چطوری تشکر داریم ایم سوال بعدی چی باید بنویسیم جواب نوشته متین بی مهندستیر متین بی میگه آقا متین مهندسه میخوایم بگیم اون چه کار است میگیم متین بی نه ایش یا پیور یعنی متین بی به چه کاری مشغوله شغلش چیه که میگیم متین بی مهندس تیر شماره سه آیلین ازمیرده ده اتوریور میگه آیلین تو ازمیر زن... میشینه میخوایم بپرسیم آیلین کجا میشینه آیلین نه ر ده اتوریور کجا مینشیند که جواب ازمیرده شماره چهار کردشیم سالنجاکتا سالانیور میگه خواهرم یا برادرم خواهر یا برادر کوچیک میشه کردش که میگیم کردشیم خواهرم سالنجاکتا روی تاب سالانیور یعنی داره تاب میخوره سالانیور این یعنی داره تاب میخوره میخواد بپرسه که خواهرت داره چیکار میکنه پس میگیم کاردشین هواستون باشه کاردشین یعنی خواهرت کاردشیم یعنی خواهرم نیاپیور داره چی کار میکنه هواستون باشه نیاپیور یعنی داره الان چی کار میکنه که داره میگه روی تاب داره تاب میخوره شماره پنج اوکولوم چانکایادا میگه که مدرسم تو چانکایا هست پس میخوایم بپرسیم مدرسهت کجاست میگیم اوکولون نرد مدرسه کجاست؟ جواب اکولوم چانکایا دا در چانکایا هستش این اکولون این پسند ملکی بود که اضافه شد دیگه توی سال چهارم تو کاردشین بهتون گفتم اینا رو شما جلوتر توی ویدیوهای درسی از کتاب درسی یه دیکلیم خواهید دید و یاد خواهید گرفت مفصل پسنده ملکی اینجا باش آشنا بشید بنابراین اکولون مدرسه نرده کجاست جواب اکولوم چانکایا دا در چانکایا هست مدرسه ام تمرین شماره 27 تمام لیالی منی کامل کنیم خب اینجا از ما میخواد که جملات رو کامل کنیم یک سن یوزمه بیلیور میسون یعنی تو شنا یوزمه میسون دو، سیز سنفتا موزیک میگه شما در کلاس میخواد بگه آیا موسیقی گوش میکنید موزیک دینله بونه فعله از فعل دینله به معنی گوش کردن ما میخوایم سوالش کنیم خب پس اینجا دینله رو همینطور که میبینید به حرف ا خط شده حذف میشه و با تعجب حرف باقی مونده در بونفل که ای هست پس میگیره پس این ا من خط با رنگ قرمز هم مشخص میکنم که حذف میشه و حالا پسوند ایور رو بهش اضافه میکنیم میشه دینلیور حالا میخوایم سوالیش کنیم سیز سنفتا موزیک دینلیور موسونوز موسونوز خب اینو باید بهتون بگم توی کتاب درسی اصلا به این گرامر اشاره نکرده که شما سوالی فعل حال استمراری رو بلد باشید شما مثبت و منفی خبری رو کامل یاد گرفتید اما توی کتاب به سوالیش اشاره نکرده بود که بخواد سوالی این فعل رو بهتون آموزش بده و ما هم دستمون باز بشه تا این گرامه رو کامل توی کتاب بهتون آموزش بدیم و هیچ تمرینی توی کتاب درسی نبود بنابراین توی کتاب کار براتون آورده ما این فعل حال استمراری به طور مفصل توی پکیج پایه دو که میشه درس دوم از کتاب هیتیت یک مفصل هم مثبت و منفی خبریش هم مثبت و منفی سوالش رو آموزش دادیم اگر علاقه من هستید که این فعل رو کامل یاد بگیرید بهتون پیشنهاد میکنم پکیج پایه دو از کتاب هیتیت یک رو تهیه کنید ویدیوهاش رو ببینید و مفصل به این مبحث مسلط بشید بنابراین چون سیز بود دوم شخص جمع سوالیمون هم به این شکل شد موسونوز یعنی گفت سیز سنفتا موزیک دینلیور موسونوز آیا شما در کلاس آهنگ گوش میدید موسیقی گوش میدید که دینلیور به صورت سوم شخص میاد و شناسه فردی رو ما به کلمه پرسشیمون اضافه کردیم خب بریم سراغ شماره دو او دا گل جای خالی میگه که آیا او می آید او دا یعنی او هم گل. از گلمک معنی آمدن اینجا دوباره میخواد سوالی کنید بنابراین ایور رو به بن فعل ما اینجا اضافه میکنیم توی سوالی کردن فعل حال استمراری باید شما فعل رو به صورت سوم شخص درست کنید مثل اینجا و بعد کلمه پرسشی آیا رو اضافه کنید چون اینجا سوم شخصه پس فقط کافی مو رو اضافه کنیم پس میگیم اودا گلیورمو آیا او میآید آید اودا گلیورمو آیا او میآید آید گلیورمو آیا او می آید که همینطور که دیدید کلمه پرسشی آیا رو ما اضافه کردیم شماره چهار سن ترکچه بیل میگه آیا تو زبان ترکی بلدی دوباره میخوایم سوالی کنیم میگیم چی بعد سوم شخص ازش بسازیم اول میگیم بیلیور حالا با توجه به فائلمون که سن هست ما کلمه پرسشی مو رو که بیاریم شناسه فردی بهش اضافه میکنیم سون رو بهش اضافه کردم سن ترکی بیلیور مو سون آیا تو زبان ترکی بلدی؟ شماره پنج اونلر شارکی سویله جای خالی سوالی دوباره میگه آیا آنها ترانه میخونن میخوایم اینو بگیم بن فعلمون سویله است از سویله مک به حرف اخت شده بنابراین باید حسب بشه با توجه به اینکه بن فعلمون الان میشه سویل و هر حرف صدادار در بن فعل او هست پس بند یور باید بهش اضافه بشه تا اینجا شد سویلیور خب من اول سوم شخص رو اینجا ساختم سویلیور حالا با توجه به اینکه جمع هستش اونلار میخوام بگم آیا آنها ترانه میخوانند بنابراین اگر بخوام فعلم رو به صورت جمع بیان کنم لار رو کنارش میارم و بعد می رو جدا مینویسم یا میتونستیم بگیم من این بالا مینویسم سوی مو یا به صورت مفرد کلا دیارید یا اگه به صورت جمع میارید فعل رو به این شکل میشه لار به فعل اضافه میشه و بعد از اون مو میاد خب تا الان تو اینجا دقت کردید دیگه ما توی سوالی ها. حالا اینجا براتون به طور مختصر میگم تا الان یاد گرفتید وقتی میخوایم سوالی کنیم توی سوالیه مثبت یا منفی فقط کافیه چیکار کنیم سوم شخص مفرد از اون فعل رو بنویسیم و بعدش کلمه پرسشی که میاد فقط و فقط مو هست یاد گرفتیم دیگه مو می مو می کلمه پرسشی یا آیا که بعد از سوم شخص مفرد حال استمراری میتونه بیاد فقط و فقط موه چرا چون اگه نگاه کنید اینجا همه به او ختم میشند یعنی آخرین حرف صدادار که در فعل حال استمراری قرار داره او هستش دیگه بنابراین فقط مو میتونه بیاد بنابراین میمیسیم مو و بعد به اضافه شناسه فردی میشه که باش اینجا آشنا شدید برید سراغ شماره شیش سیز اوده تلویزیون سیرت میگه چی؟ میگه شما در خونه آیا تلویزیون تماشا میکنید تلویزیون سیرت میگه آیا شما در خونه تلویزیون تماشا میکنید خب اینجا میخوایم دوباره سوالی کنیم دیگه پس من اول خواستم با این تمرینات آشنا بشید حالا این چند تا بعدیش خودتون میتونید به راحتی بنویسید دیگه پس کافیه که اول سوم شخص ازش بسازیم سیرت بعد به اضافه چی بشه با توجه به که ا هست بعد به اضافه ایور بشه اما حواستون باشه چون بعد از ت ای میاد طبق قاعده نم شدن حروف سامت که یاد گرفتید ت خط میخوره تبدیل به د میشه پس میگیم سیر دیور حالا مو کنارش میاد دیگه درسته من این پایین مینویسم مو بعد کنارش بیاد ولی اگه نگاه کنید فایلمون سیز هست حالا شناسه فردی رو بهش اضافه میکنیم سونوز رو بهش اضافه میکنیم سیر دیور سونوز سیز افده تلویزیون سیر دیور سونوز آیا شما در خونه تلویزیون تماشا میکنید شماره هفت کاردشین آرابچا بیل میگه چی میگه خواهرت یا برادرت آرابچا زبان عربی بیل آیا میدونه آیا بلد بیل از بیلمک مک دانستن بنابراین پسوند ایور بهش اضافه میشه تا اینجا که شد سوم شخص حالا کلمه پرسشیمون که آیا هست میاریم که مو هست حالا داره میگه کاردشین یعنی خواهرت برادرت سوم شخصه بنابراین چیز دیگه نباید به مو اضافه بشه میگیم کاردشین عربچا بیلیور مو شماره هشت آیله هر صبح اوکولا گیت میگه آیله هر روز صبح به مدرسه آیا میره خب اینجا باید سوم شخص ازش درست کنیم بنابراین باید ایور بهش اضافه بشه اما حواستون باشه اینجا بعد از حرف ت ای اومده بنابراین ت باید خط بخوره تبدیل به د بشه میشه گیدیور و کلمه پرسشمون که آیا هست یاد گرفتید فقط و فقط مو میاد حالا چون سوم شخصه دیگه شناسه فردی که نش قرار نمیگیره سوم شخص شناسه فردیش توهیه آیا هر روز صبح آیلا به مدرسه میره شماره نه سن اونا اینان میگه آیا تو به او اعتماد داری آیا به او اعتماد داری سن اونا به او اینان از اینان ما که اعتماد داشتن باور داشتن بونه فعله حالا میخوایم سوالی کنیم دیگه اول سوم شخص رو میسازیم تا اینجا میشه اینا و بعد کلمه پرسشیمون که مو هست میاریم چون داره میگه سن شناسه فردی بهش اضافه میشه موسون سن اونا اینا موسون آیا تو به او اعتماد داری و آخری شماره ده بیزده سیزین لگل جای خالی میگه ما هم با شما میخواد بگه آیا می آییم؟ ما هم با شما آیا می آییم پس میخوایم سوالی کنیم اول ایور رو اضافه میکنیم سوم شخص گلیور حالا میخواد بگه آیا ما می آییم مو رو که می نویسیم شناسه فردی هم براش اضافه میکنیم که یوز هست که اوز هست در واقع این یه هم که یه میانجیه میگه بیز ده له. گلیور مویوز آیا ما هم با شما می آییم خب همینطور که اینجا باش آشنا شدید با سوالی مثبت و منفی به این شکلی که سوم شخص مفرد حال استمراری و حال چه مثبت چه منفیش رو میسازیم و بعد از اون کلمه پرسشی آیا که مو هست میاد و بعد شناسه فردی بهش اضافه میشه البته ویدیوی مربوط به سوالی کردن فعل حال استمراری مثبت و منفیش رو اخیرا ما روی کانال یوتیوب براتون قرار دادیم بهتون پیشنهاد میکنم روی این لینکی که این بالا براتون قرار میدیم کلیک کنید ویدیوی مربوط به سوالیش رو کامل یاد بگیرید و در ادامه تمرینات هم همراه من باشید و ما بریم سراغ تمرین شماره 28 یازالم یعنی بنویسیم اینجا برای ما چند تا کلمه قرار داده به طور درهم هم و از ما میخواد جمله رو بنویسیم یارن اوکولا ارکن گلین لطفا خب اینجا همینطور که میبینید گلمک رو به صورت مستر نوشته اما چی میخواد از شما میخواد که فعل رو درست کنید گلمک یعنی آمدن و مستره اما اینجا گفت گلین بیایید توی ویدیوهای کتاب درسیتون یاد گرفتید فعل امری به چه شکله بنابراین میگه یارن اکولای ارکن گلین لطفا یعنی فردا به مدرسه زود بیایید لطفا خب بریم سراغ جمله دوم سیز یعنی شما لطفا لطفا سنفتا در کلاس ترکچه زبان ترکی کنوشماک یعنی صحبت کردن خب میخوام اینجا از این فعل فعل امری درست کنیم دیگه میخوایم بگیم لطفا در کلاس ترکی صحبت کنید شما پس می نویسم سیز سنفتا ترکچه کنوشون لطفا یعنی لطفا توی کلاس زبان ترکی استانبولی صحبت کنید کنوشون فعل امری هست که یاد گرفتید تو همون فصل دوم کتاب درسی خب علی علی لطفا لطفا بو کتابی این کتاب را آحمته و احمد به احمد ورمک یعنی دادن میخوایم فعل امری درست کنیم دوباره من رنگ این رو کنم که شما بتونید کامل ببینید میگه چی؟ میخواد بگه که علی این کتاب رو به احمد بده لطفا پس میگیم علی بو کتاب این کتاب رو احمد ور لطفا لوت، فن فعل امری بخوایم به دوم شخص مفرد بگیم فقط کافیه که از ور استفاده کنیم از خود بن فعل استفاده کنیم یعنی بده اما بالا کنوشون یعنی صحبت کنید دوم شخص جمع صحبت کنید خب بریم سراغ چهارمی اونلار آنها بورا به اینجا گلمک آمدن لطفا یعنی لطفا میخواد بگه آنها لطفا به اینجا بیایند این هم فعل امریه میگه اونلار بورایا فعل امری برای سوم شخص جمع میشه گل سین لر لطفا توی کتاب درسیتون تو همونطور که بهتون گفتم توی ویدیوهای درسی هم بهتون گفتیم در واقع ما رو محدود کرده توی آموزش دستور زبان زیاد خواسته که شما رو درگیر گرامر نکنه اما میبینید که توی کتاب کارش داره از شما میپرسه و از شما میخواد که اون گرامر رو کامل بلد باشید در صورتی که توی کتاب درسی هیچ جا بهش اشاره نشده بود به خاطر همین برای اینکه شما فعل امری رو کامل یاد بگیرید ما ویدیوهای فعل امری رو قبلا روی کانال یوتیوبمون قرار دادیم از پکیج هیتیت پکیج هیتیت خب از نظر گرامر واقعا پکیج کاملی هستش ویدیوی مربوط به فعل امری رو قبلا روی کانال یوتیوب قرار دادیم لینکش رو این بالا قرار میدیم براتون میتونید برید فعل امری رو دستور زبانش رو کامل یاد بگیرید همینطور که قبلا هم توی, توی تمرینای مختلف با این فعل آشنا شدید بهتون پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو ببینید و کامل دستور زبان فعل امری رو یاد بگیرید که دیگه مشکلی نداشته باشید توی فعل امری که این ویدیو از پکیج هیتی تصوراتون میذاریم. خب شماره 29 و آخرین تمرین تمام لیالم کامل کنیم بانیو دا بوزدالابی وار می میگه آیا توی حمام یخچال هست هایر جواب درست رو می نویسیم متفاکتا بوزدالابی وار نه تو آشپزخونه یخچال هست سال دو سالوندا دا کیویت وار میگه آیا, تو آیا توی سالون وان هست وان حمام میشه کیویت میگه آیا توی سالون وان هست میگیم هایر کجا هست توی حمام هم دیگه میگیم بانیو کیوت وار میگیم نه توی حمام وان هست شماره سه بالکون دا وار می آیا توی بالکن تخت هست میگیم هاییر تخت کجاست توی اتاق دیگه میگیم اودادا یا وار میبینید باید یکی یکی بیان کنید کلمه درست رو در کجا با استفاده این از این پسمنده در باید بیان کنید و جمله درست رو در جواب بنویسید شماره چهار یاتک اوداسندا جزلونگ وارم یاتک میگه یاتاک اوداسندا جزلونگ وارم خب چی داره میگه میگه در اتاق خواب یاتک اوداسندا یعنی اتاق خواب میگه در اتاق خواب آیا صندلی تاشو هست شزلونگ یعنی صندلی ساحلیش صندلی تاشو میگیم هایر نه میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم که نه میخوایم بگیم تو بالکنه این سندلی. میگیم هایر بالکندا چزلونگ وار یعنی نه توی بالکن صندلی تاشو هست پنج متفاکتا کلتوک تکمی وار مم. می میگه آیا مبل کلتوک تکمی یعنی یه دست مبل اون سرویس کامل مبل رو بهش میگیم کلتوک تکمی میگه آیا توی آشپزخونه سرویس مبل هست یه دست مبل هست میگیم هاییر نه جواب درست سالوندا کلتوک تکمه وار و ششمین سوال چالش ما تلویزیون تلویزیون وارم میگه آیا توی اتاق کار تلویزیون هست نه نیست کجاست میگیم توی اتاق نشیم من میگیم هایر اتورما ادسنده یعنی در اتاق نشیمن من این پایین اضافه میکنم تلویزیون وار تلویزیون هست به همین راحتی تمرینات این قسمت رو هم انجام دادیم و به پایان فصل دوم از چالش کتابی از کتاب یدی اکلیم سطح تا آی یک رسیدیم امیدوارم که مطلب این ویدیو رو خیلی خوب یاد گرفته باشید اگه مطلب جدید یاد گرفتید که قطعا یاد گرفتید خوشحال میشیم که ویدیو رو لایک کنید و بهمون به انرژی بدید کانالمون رو به دوستانتون معرفی کنید میدونید که با این ویدیو کلی مطلب جدید یاد میگیرید و کلی مطلبایی که تا الان یاد گرفتید رو مرور میکنید مرسی که همراه هم بودید مثل همیشه ترکچیلکالن Bizimle kalın, hoşça kalın.